<تصفيق> 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 خبر امروز احوره نیازی سلام صبت بخیر باشه حالت چطوره خوبی؟ میخوام خبر امروز رو یکم متفاوت شروع کنم اول یکم باهات درد دل نه درد دل که نه با سلام علیک کنم خیلی خودمونی انگاری تو روبروم نشسته ما داریم با هم حرف میزنیم حالت خوبه؟ اه خب خدا رو هزار مرتبه شکر امیدوارم روزگام رو هر چند سخت میگذره ولی به کام باشه مثل دیوید به کام چند مسخره گفت خیلی دوستتون دارم دمتون گرم که تحت هر شرایطی دنبال میکنید خبر امروز و اینی که امیدوارم روزگاران سختمون بگذرن و برن و روزگاران شد بیاد امروز سیوم تیر ماه مصادف با 21 جولای دهم ده زیحجه مصادف با عید سعید قربان این عید رو به همتون تبریک میگم و باز هم تکرار میکنم امیدوارم روزگاران سخت از زندگی هامون پر بگیرن و به جاش روزگاران شیرین بشینن بنده اهورا نیازی هستم شما بیننده و دنبال کننده خبر امروز هستی در یوتیوب به صورت ویدیویی و به صورت صوتی در پادکست کست باکس خیلی از شما عزیزان تو چند روز گذشته گفته بودید که حجم صدای ویدیو کمه حجم صدای فایل کمه صدا افزایش پیدا میکنه و بدونید بدونید در مرحله اول دمتون گرم که نقد میکنید در مرحله دوم نظراتتون خونده میشه اگر پاسخ داده نمیشه به سبب زیغ وقت هستش بریم سراغ بخش در چنین روزی دقیقا در چنین روزی سال 1999 لپتاپ اپل با نام آی بوک معرفی شد. لپتاپی بود که برای اولین بار شبکه بی سیمه درونی داشت. این لپتاپ توسط کوپرتینوها ها در سال 1999 معرفی شد. دقیقا در چنین روزی، سال 1998، یعنی یک سال دقیقا قبلتر از اینی که اپل لپتاپ آی بوک رو معرفی بکنه اولین آمریکایی که وارد فضا شد یکی از دوازده نفری که برای اولین بار پاشون رو روی سطح ماه گذاشتن آقای الن بارتلت شپرد دار فانی را ودا گفت جالبه بدونید که ایشون اولین آمریکایی بودن که پنجم می سال 1961 سوار بر موشک ریتستون وارد فضا شدن حالا جالبتر اینه که بدونید اولین فضانورد و اولین انسانی که به فضا رسید فضانورد شوروی آقای یوری گاگارین بود که در دوازدهم آپریل سال 1961 به خارج از جو زمین رفت و وارد فضا شد و اولین انسانی بود که زمین رو از بالا نگاه کرد در توصیف این خبر واقعا آدم میمونه شما یه طوفان عظیم میبینین دریا رو میبینی غروب زیبا میبینی شگفت زده میشی حالا فکر کن اولین انسانی باشی که زمین رو از فاصله دور میبینی چه سعادتی چه لذتی چی چی رو تجربه کرده اونجا به چی فکر کرده اون لحظه قطعا قطعا هر کسی که این صحنه رو ببینه این زمینی که این همه جنگ و خون درش اتفاق افتاده رو از اون ارتفاع ببینه زندگیش برای همیشه تغییر پیدا میکنه قطعاً دقیقا در چنین روزی سال 1969 فضانوردان آپولو 11 یعنی آقای نیل آرمسترانگ و ادوین باز آلدرین بعد از گذروندن 21 ساعت ماه نوردی، به ماژول فرماندهی که توسط مایکل کالینز هدایت میشد برگشتند اگر دنبال کننده خبر امروز باشید دیروز خبر اینو دادیم در بخش در چنین روزی که آقای نیل آرمسترانگ پاشو گذاشت رو سطح ماه و بردمشو داشتن 700 میلیون میدیدن این ماژول قبل از اینکه ماه رو ترک بکنه جالبه بدونید یک پلاک روی ماه به یادگار گذاشت که بر روی اون نوشته بودند در جولای 1969 افرادی از سیاره زمین برای اولین بار پا به روی ماه گذاشتند ما به دنبال صلح برای تمام بشریت هستیم آه چقدر تجربه عجیب غریبی داشتن اینا من واقعا مو به تنم سیخ میشه وقتی این دست اخبار رو میخونم خیلی خب بخش درش این روزی تموم شد بریم سراغ خبرهای اصلی نمایشگر میکرو ال 1000 هزار اینچی سامسونگ در رزولوشن 16K 16K ویو سامسونگ از مدل جدید والش رونمایی کرده وال منظورم همون دیوارهای نمایشگرش هستند که جنس پنلش میکرو LED هست میکرو LED من اولین بار خبرش رو تقریبا هفتش ماه پیش شنیدم که میخواستن اینا رو توی وی ها به کار ببرن از اونجایی که نمایشگر خیلی به چشم نزدیکه پیکسل ها به نوعی دیده میشه میکرو LED رو اومدن به کار ببرن تا چشم ها نتونن راحت پیکسل ها رو ببینن و وضوح کیفیت بالاتری تجربه بکنن اما این دیواره پر از نمایشگر صرفا ابعاد هزار اینچی نداره بلکه رفرش ریت بالا داره، کنتراست بالایی داره، صحت رنگی بسیار بالایی داره، نصب آسونی داره واسه همین بسیار در جهان سر صدا کرده. وال 2021 پنل میکرو ال‌ای‌دی 1000 اینچی با رزولوشن 16k، رفرش ریت 120 هرتزی و بیشینه روشنایی 1600 نیتی قابل عرضه به صورت جهانیه. چند وقتیه که نمایشگرهای سه‌بعدی رو در یک سری از شهرها و خیابونهای کشورهای پیشرفته میبینی قطعا چنین دیوار عظیم 16K رزولوشنی با حضور انسانهای زبردست وی کار چه تصاویری رو میشه باهاشون خلق کرد اینش خیلی جذابه یه مورد دیگه که در مورد این نمایشگر به ذهن آدم خطور میکنه این هستش که مگه چشم انسان بیش از 8K میتونه جزئیات ببینه تقریبا اون چیزی که ما در اطرافمون میبینیم چیزی حدود 8K هست بله صحبتتون و سوالتون درسته اما موردی که داره وقتی در مورد یک نمایشگری صحبت میکنیم در ابعاد هزار اینچ طبیعتا تعداد پیکسل ها بزرگ میشه واسه همین رزولوشن 16K یا همون 16K اونجا جواب خواهد بود حالا در مورد تکنولوژی های تر این تلویزیون صحبت بکنم با استفاده از تکنولوژی آلترا کروما طول موج های هر پیکسل تولید میکنه تا رنگ های RGB دو برابر خالصتر و صحیحتر از LED های سنتی که این روزها در تلویزیون همون استفاده می کنیم تولید بشن این خیلی حرفه تو اون ابعاد تو پلتفرم شهری انقدر دقت رنگی بالایی داشته باشن بسیار حیرت زده شدیم از این تلویزیون بریم سراغ خبر بعدی اندروید 12 منو پاور رو از بین برد تا همین امروز وقتی که شما میخواید گوشیتون رو خاموش بکنید دکمه پاور یا حالا دکمه پاور و ولوم رو که نگه میدارید یه تصویری میاد چند تا آیکان میاد و یکیش هم در کنار یه و امرجنسی کال ها پاور یا شات داون گوشیتون هست اما در اندروید 12 تحت یک ناتیفیکشن کاربران گوشی های گوگل پیکسل متوجه شدن که منوی پاور تغییر کرده وقتی که منوی پاور رو برای اولین بار زدن و اومد بالا در بالای تصویر چند تا گزینه میاد که اگر میخواید گزینه روی اضافه بشه دیگر گزینه ها رو بخواید اضافه بکنید میتونید اضافه بکنید در غیر این صورت ظاهر پاور تغییر کرده که البته این قضیه اصلا مورد رضایت کاربران گوگل پیکسل قرار نگرفته و تحت نارضایتی ها و شکایت های بسیار زیاد به گوگل گفتن باید این قابلیت رو برگردونید چیزی بیشتر شبیه به یک باگه اگر خودت به صورت این اینو انتخاب کردی قطعا تصمیمت رو به فن است این چی رو نشون میده این, این رو نشون میده این رو نشون میده می 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 که هر چقدر بزرگ باشی حتی گوگل هم که باشی دستاوردهات همیشه همراه با به به و چه چه نیست کافی مخالف نظر کاربران کار بکنی قطعا پودرت میکنن جالب بود بریم سراغ خبر بعدی راکستار کمپانی سازنده بازی محبوب جی تی ای خصوصا جی تی ای وی اپگرید ماشین ها رو برای پی 4 و پی 3 قطع کرد خدمتون ارز بکنم حالا که قرار بازی GTA V به صورت اختصاصی برای PS5، Xbox سری X و S ارزه بشه راکستار این شکلی اعلام کرده که ما یه سری آپگرید ها رو دیگه برای PS4 ارزه نخواهیم کرد برای کنسول های نسل قبلی ارزه نخواهیم کرد داستان از این قراره که قراره با عرضه لوس سانتوس تیونرز که یک اکسپنشن هست یک سری آپگرید ماشین بهبودهای گرافیکی تنظیماتی در ماشین ها اضافه بشه که قرار نیست برای این کنسول قبلی یا ارائه بشه یه تاریخچه در مورد جی تی ای وی بگم نسخه اصلی و آفلاینش در سال 2013 عرضه شد برای کنسول PS3 نسخه آنلاینش در سال 2015 ارزه شد برای کنسول PS3 و Xbox 360 بعد کلی آپدیت داد کلی آپگرید شد بازی کار جالبی بهش اضافه شد PS4 ش اومد حالا که میخواد برای PS5 بیاد دیگه قرار نیست یه سری از آپدیت ها برای PS4 و PS3 بیاد به همین دلیل خیلی از کاربران GTA آنلاین اعلام شکایت کردن که راکستار کمپانی هریسیه خب ما که کاربرت هستیم ما که کلی برات سوداوری داریم چرا این آپگرید ها رو برای کنسول های ما مرزه نمی کنی. خب اگه داشتیم می PS5 می دیگه لطفا برای ما آپلود کنین انویدیا از گرافیک RTX سوار بر سی ها با مهندسی ARM رونمایی کرد تا توانایی بلقوه پردازنده های غیر X86 رو به کاربران نشون بده و اینطوری نشون داد اجرای گیمینگ موفق صرفا نیازمند میکروپروسسورهای X86 نیستن و این یک اتفاق بزرگ و هوشداری برای اینتل و AMD ای بود. اینطوری براتون بازش بکنم که انویدیا بازی ولفانیشتین رو نسخه یانگ بلاد که برای آزمایش با کارت گرافیک RTX 3060 اون رو تست کرده بودن روی سی پی مدیاتک کمپانی 1200 بر اساس سیستمان چیپ MT8195 اجرا کردن عملکردش هم خیلی خوب بود این سی که دارم براتون ازش صحبت می چهار 4 هسته کورتکس A78 داره و چهار هسته کورتکس A55 همراه با واحد پردازش هوش مصنوعی و چیپ از کواد چنل LPDDR4X 2133 استفاده میکنه اما هنوز چیزی که نمیدونیم وسعت این چنل هاست اما ماکسیمم سرعت اورکلاک MT8195 2 و گیگاهرتز در هسته های کورتکس A78 حتی پس از آغاز تماس تصویری میتونید به تماس تصویری اضافه بشید در واتساب واتساب در حال آمده سازی یک امکانی هست که شما بعد از برقراری یک تماس تصویری میتونید به اون ملحق بشید چیزی که قبلا در زوم و گوگل میت دیده بودیم به این ترتیب هستش برای اونهایی که در یوتیوب میبینن خب تصویرش داریم نمایش میدیم بعد از اینکه یک تماسی برقرار میشه شما خیلی راحت میتونید بهش خودتون رو جوین بکنید موردی که داره یه سری اطلاعات تصویری داره به اضافه اینی که نشون میده کیا دارن صحبت میکنن و کیا دعوت شدن و هنوز وارد صحبت و مکالمه نشدن این رو هم بعد اضافه بکنم که تماس ملحق شدنی شما هم کاملا و به صورت سراسری رمزگذاری شده و ایمنه شرح مایکروسافت بابت تغییر منوی کانتکس ویندوز 11 اگر تصاویری از ویندوز 11 رو دیده باشین من خودم باهاش کار نکردم هنوز دیدید که چقدر رابط کاربریش تغییر کرده یکی از این تغییرها منوی کانتکست منوی کانتکست کدوم منوی وقتی که روی هر آیکانی راست کلیک میکنید یا هر جایی راست کلیک میکنید اون منوی که براتون باز میشه منوی کانتکست نام داره مایکروسافت این شکلی گفته که در زمانهای گذشته از زم از 20 سال پیش که ویندوز ایکس را رو عرضه کردیم تا به امروز منوی کانتکست خیلی بهبود پیدا کرده و کلی گزینه بهش اضافه شده اما خیلی از این گزینه‌ها مثل پینت 3D مثل پرینت خیلی از گزینه های دیگه اصلا کاربردی ندارن واسه یه همین بعضی از مواقع کاربرها رو میتونن بسیار گیج بکنن یه نکته خیلی جالب و فکت بهتون بگم وقتی شما راست کلیک میکنید دقیقا همون جایی که پوینتر موستون قرار گرفته پر کاربرد ترین ابزار کانتکست منو هم اونجاست یعنی کات کپی پیست خلاصه این استدلال مایکروسافت هست به سبب اینی که نیاز کاربران بهبود پیدا بکنه ما منوی کانتکست رو تغییر دادیم حالا اپ شبکه اجتماعی جدید بدون هیچ گونه تبلیغی از اولین کارمندان واتساپ دو تا از اولین کارمندان واتساپ از شبکه اجتماعی خصوصی خودشون با نام هالو اپ رو نمایی کردن شما میتونید از اپ ستور و گوگل پلی اون رو دانلود بکنید خود من هم بعد از این خبر میرم اون رو دانلود میکنم شبکه اجتماعی این شکلی کار میکنه که امکاناتش کمی شبیه به واتساپه یعنی شما میتونید هست بسازین اما امکانات چت کردن به صورت گروهی و انفرادی هم داخلش قرار داره یک زبانه هم برای تنظیمات داره بیشتر از این در موردش توضیح نمیدم و دوست دارم برم تستش کنم ببینم چیه قطعا باهاش راجع بهتون صحبت خواهم کرد اپل مکبوک پرو ری شده چه زمانی عرضه میشه؟ اپل هر ساله مک های جدیدش رو با بیشترین به رسانی در عمل کرد عرضه میکنه اما قرار نسخه امسال باز طراحی هم بشه حالا گزارش های اومده که نشون میده مک بوک پرو و نسخه ایر که با چیپ خود اپل یعنی اموان قرار ارزه بشن با طراحی جدیدی میخوان وارد بازار بشن دو تا پورتی که قبلا اپل حذف کرده بود در این دستگاه برمیگرده یکی HDMI یکی مموری کارت بلومبرگ معتقده مکبوک پرو ریدیزاین شده بین سپتامبر تا نوامبر عرضه میشه یعنی دو ماه تا چهار ماه دیگه نسخه پرو با سرعت رم بیشتر قابلیت کارت گرافیکی بهتر برای تدوین عکس و فیلم بسیار کارآمد خواهد بود قهرمان جدید اپکس لجندز با نام سیر عرضه خواهد شد. به زودی فصل جدید بازی اپکس لیژنز عرضه میشه بازی فرست پرسن شوتر آنلاینی که در مپ بتل همه میفتن جون همدیگه و یک بازی علمی تخیلی هست. در فصل جدیدش قرار قهرمان جدیدی داشته باشیم با نام سیر. سیر تاریخچه زندگیش از بد و تولد گفته میشه که چشمانی نفرین شده داشته و درخشان. این چشم ها تنها نقطه خاص این قهرمان نیستن بلکه میتونه کاراکتر سیر شاه رو به گدا و اقیانوس رو به بیابون تبدیل بکنه. اینی که دقیقا چه قابلیت ویژه‌ای داره رو توضیح ندادن اما نکته که قابل درکه این هستش که سیر فرصت رو میبینه که دیگر افسانه یا دیگر هیروها ها نمیتونن ببینن خیلی خب در مورد اینی که چطور عمل کردی داره چه قابلیتی داره هیچ اطلاعاتی نیست تا فردا چرا فردا به خاطر اینکه 22 جولای زمان عرضه فصل جده اپکس لجندز خیلی خب بعد از یک عالمه خبر اصلی میرسیم به سراغ خورده اخبار انیمیشن شارژ تلفن پیکسل در اندروید 12 این خبر معمولا جزو اون دست اخباری نیست که ما پشتیبانی بکنیم ولی خب به حال جالبه که بدونید بعد از سالها اندروید 12 تغییر ظاهر و پلتفرم داده یکی از اون موارد وارد شدن انیمیشن شار شدن گوشی در حالت خاموششه که برای اون عزیزانی که در یوتیوب میبینن قابل درکه ولی اونهایی که به صورت صوتی دارن میشنون متاسفانه راه توضیحی نداره اپ گالکسی های پوشیدنی یا ویربل گالکسیز قبل از رونمایی گالکسی بادز دو و واچ چهار آپدیت میشه سرعت ارزی این آپدیت برای هر منطقه متفاوته ممکنه امروز بیاد ممکنه فردا بیاد اما اپ گلکسی ویربل در واقع داره جابجایی میشه بین دو نسل مختلف یعنی گلکسی بادز دو و گلکسی واچ چهار تا نسل قبلیش یعنی تمامی ویرابل هایی که سامسونگ داشته من پیشنهاد میکنم اگر شما هم گجت های پوشیدنی سامسونگ دارین هرچه زودتر به فکر اپدیت گالکسی ویرابل اپتون باشین امیدوارم آپدیتش براتون بیاد خیلی خوب خبر هر اصلی به همراه در چنین روزی و خورده اخبار به پایان رسید امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه اگر نظری دارین بفرمایید باعث افتخار بنده است ارادتمند شما هر شبانه روز هفت روز هفته اهورانی هستید